سلام، یه مقایسه خیلی جذاب براتون داریم که تمام دیتا و اطلاعاتش رو خودمون در لیون کامپیوتر براتون آماده کردیم. ما 3 تا کارت گرافیک مختلف رو توی بنچمارک‌های مثل 3D Mark و بازی مثل Call of Duty Warzone و GTA مقایسه کردیم و اطلاعاتش رو براتون آوردیم. سلام به همه لیونیای عزیز. هدف از این مقایسه اینه که بیایم سری های دوال، تاف و آروجی از ایسوس رو با هم مقایسه بکنیم و ببینیم که از یه کارت یکسان، یعنی مثلا 360 Ti که مدل همین کارت تست شده است، اگر دوالش رو انتخاب بکنیم یا تاف یا آروجی رو و هزینه‌ای بیشتری بدیم و سری‌های بالاتری رو انتخاب بکنیم، چه تأثیری در عملکرد ما داره و علاوه طول عمری کدومشون میتونه عمر بیشتری داشته باشه. خب، اولین مقایسه ما بنچمارک پورت رویال از 3D مارک. برای دوال و تاف ما اینجا میبینیم که امتیاز پورت رویالشون تقریبا اندازه همه. تاف یه 50 تا پوینتری که یه تلورانس حساب میشه. اینجا نتیجه میگیریم که تاف و دوال تقریبا اندازه هم قدرت دارن علاوه چی پی، ولی آروجی یک مقدار رده بالاتره و یه امتیاز یه کوچولو بالاتری میگیره و این نشون میده که از لحاظ پرفورمنسی یکم آروجی قوی تره. خب این سه کارت چیپ یکسانی دارن، بخاطر همین انتظار میره که نتایج یکسانی هم بدن. اما از لحاظ دما چطور؟ خب از لحاظ دمایی دارید مشاهده میکنید الان آروجی و تاف تقریبا توی یه ردن، اون یه درجه اختلافی که بین تاف و آروجیه تلورانس حساب میشه بازم، اما دوال 69 و 5-6 درجه اختلاف حفظ کرده. علاوه بر دما ما یه مورد دیگه داریم به نام دور فن بر دقیقه که این فیلد سوم نمودارمون هست. توی آروجی میبینیم که با اینکه دمای خوبی داره، یعنی در حد تافه، ولی 300 دور ترمن داره از تاف آرومتر میچرخه فنش و این به ما نشون میده که چون دور پایین تری داره آروجی، در نتیجه نویز کمتری تولید میکنه. هرچقدر دور فن پایین تر باشه قاعدتا نویزش هم کمتره و علاوه بر نویز ماندگاری بالاتری هم داره، چون داره با دور پایین‌تری میچرخه، پس دیرتر اون فن خراب میشه چون داره زحمت کمتری میکشه برای خنک کردن کارت. تاف اما با تقریبا 100 دور پایین‌تر از دوال داره دماش رو به آروجی میرسونه و اون اختلافش رو حفظ کرده با دوال، ولی همچنان داره 2100 دور میچرخه. اما دوال با 2200 دور، یعنی 100 دور بالاتر از تاف و 400 دور بالاتر از آروجی، با اینکه داره زون خیلی زیادی میزنه، فنش با دور بالایی میچرخه و نویز زیادی هم تولید میکنه، 69 درجه هم داده. یعنی اینکه وقتی ما دوال رو انتخاب بکنیم هم باید دمای بالاتر رو داشته باشیم و هم نویز بالاتر و هم اینکه فنهامون ممکنه زودتر نسبت به آروجی خراب بشن. تست بعدی ما بازم پورت رویاله، اما تفاوت بزرگی با تست قبلی داره. داخل این تست ما کارت گرافیک رو هر ستاش رو یه پروفایل اوورکلاک برش گذاشتیم با MSI Afterburner که دارید مشاهده میکنید. کور کلاکمون 180 مگاهرتز و مموری کلاکمون 800 مگاهرتز نسبت به حالت دیفالتش افزایش پیدا کرده. توی پرانتز یه درصدی میبینیم که نشون میده این امتیاز نسبت به حالت دیفالتش این پروفایل اوورکلاک ما چقدر موثر بوده. این درصد برای آروجی بیشترین مقدار داشته، همونطور که مشاهده میکنید 10.2% نسبت به حالت دیفالت ما افزایش امتیاز داشتیم و برای تاف کمترین حالت بوده 8.9%، برای دوال هم 9.7% افزایش امتیاز داشتیم، برای همشون تقریبا 10% بوده. این باز هم همون ضریبه خطاست دیگه. آره دیگه، دقیقا. خب تست بعدی ما باز هم پورت رویاله، اما این بار با فن 100% و بدون اوورکلک کردن کارت ها. خب هدف از اینکه این تست یکسان رو داریم با حالتهای مختلف انجام میدیم اینه که بیایم شرایط مختلف رو تست بکنیم و ببینیم که توی مثلا دما، توی امتیازگیری و حالت مختلف این کارت ها چطور میتونن اختلاف داشته باشن. توی این تست، یعنی فن 100% بدون پروفایل اوورکلاک، پورت رویال به ما آروجی 7066 امتیاز داده، تاف و دوال هم تقریبا هر دو یه امتیاز با 7 دونه اختلاف 6868 و 6861. از لحاظ امتیازی میشه تاف و دوال رو یه رده در نظر گرفت، ولی باز مثل همیشه آروجی اختلافش رو حفظ کرده. برای دما ما به 59 درجه رسیدیم، یعنی از اون 65 که آروجی بود شده 59 و 6 درجه کاهش دما داشتیم. برای تاف هم 5 درجه کاهش دما داشتیم و
باز مثل همیشه این دوتا از لحاظ دمایی یعنی تاف و آروجی از لحاظ دمایی توی یه سطح قرار گرفتن، ولی دوال 62 درجه و باز اختلاف دمایی حفظ شده با اینکه با 100 درصد توانش داشته میچرخیده. یعنی اینکه دوال نمیتونه از 62 بیاد پایین‌تر وقتی داره 100 درصد توانش رو میذاره. خب حالا بریم سراغ بنچمارک بازی‌ها که خیلیاتون منتظرش بودید. اولین بازیمون هم کال آف دیوتی وارزونه. برای وارزون روی دو حالت DLSS آن و آف تست شده. آف که خاموشه ولی روی حالت آن روی پریست اولترا پرفورمنس قرار گرفته. روی DLSS آف هر سه 86 فریم دادن، یعنی هیچ اختلاف فریم ریتی بین دوال و تاف و رایت نبود. روی حالت اولترا پرفورمنس هم هر سه 131، فقط آروجی 132-131، تقریبا یه فریم دو فریم بعضی اوقات بالاتر میزد، ولی خب حالا 132 حالا هم میتونه اون باشه هم که تلورانس باشه، ولی به صورت کلی میشه گفت که هر سه یه پرفورمنس یکسانی یه بازی داشتن، چه حالت DLSS آف چه آن. اما به دما که میرسیم، بررسی دما اینجا دیگه حتی تاف و آروجی هم اختلاف دماشون دیده میشه. آروجی 61 درجه توی گیم به ما میده در حالت DLSS آن اولترا پرفورمنس، تاف 64 درجه میده و دوال 68 درجه. یعنی ما بین آروجی تا دوال 7 درجه اختلاف دما داریم. برای DLSS آف هم ما 65, 67 و 71 درجه رو برای دمای پیکمون داریم. خب حالا رفتیم سراغ یه بازی گرافیکی تر، بازی Forza Horizon 5. همچنان میبینیم که FPS هم یکسانه، هر ستاشون 127 FPS دادن. باز توی دما اگر بررسی بکنیم 61, 64 و 69 درجه دماهامون بوده و باز اون اختلاف سرعت فن هم اینجا هم دیده میشه. حالا بریم سراغ یکی از محبوب ترین بازی های تاریخ، عنوان GTA 5 که همچنان یکی از محبوب ترین بازی روی اپیک گیمز و استیم. خب باز همینجا میبینیم که FPS روی هر سه کارت 97 تا بوده، یعنی هیچ اختلاف FPSی دیده نمیشه. اختلاف دمای همچنان حفظ شده، دوال یکی دو درجه نسبت به تست قبلی رفته بالاتر، 70 درجه رو بهش رسیده و تاف 65 و آروجی 61. باز هم همون اختلاف سرعتی که توی دور فن هامون داریم اینجا هم حفظ شده مثل تست قبلی و همچنان آروجی با کمترین دور فن بهترین دما رو داده و دوال هم با بالاترین دور فن بدترین دما رو داده، ولی همچنان FPS ثابت هم. خب ما اطلاعات زیادی تو ویدیو داشتیم، بریم سراغ یه جمع‌بندی. خب برای جمع‌بندی ما باید به این نکته توجه بکنیم که توی امتیازه و FPS ها تفاوت فاحشی مشاهده نکردیم و اکثر FPS ها اصلا برابر بود توی هر سفاری. روی اوورکلاک یا OC هم که آروجی یه مقداری کوچول دست ما رو بازتر میذاره، ولی باز همچنان اختلاف فاحشی برای ما ایجاد نمیکنه. اما اون جایی که ما باید روش تمرکز بکنیم و اصل اختلاف قیمت این کارت ها برای اون موارد هست، یکی دمای کارت گرافیکه و یکی دور فن. وقتی فنش داره با دور پایین‌تر کار میکنه، دمای کمتری هم داده، در نگاه اولیه خب داره هم نویز کمتری تولید میکنه، هم استهلاکش کمتره و هم دمامون بهتره. ولی خب یه مورد دیگه هم هست که باید بپردازیم، اونم اینه که هر ستایی این کارت ها توی یک کیس با شرایط تهویه‌ای مناسب و همه چیز اوکی بوده و ما هیچ مشکلی برای تهویه نداشتیم. ولی خب ممکنه مثلا یک فردی توی شرایطی مثلا میخواد از این کارت گرافیک استفاده کنه، یا مثلا کیسش تهویه مناسبی نداره، یا توی شرایطیه که حالا دمای هوا یا اون شرایطی که اونجا هست نمیتونه تهویه مناسبی برای این کارت ها ایجاد بکنه تا بخوان خودشون رو خنک بکنن. توی اون شرایط وقتی شرایط سخت در میشه، آروجی میتونه خودش رو حفظ بکنه چون داره توان کمتری از فنش رو میذاره. اونجا توی شرایط سخت‌تر میتونه دور فنش رو بالاتر ببره و همچنان خودش رو خنک نگه داره. ولی اون کارت‌هایی که داشتن ماکسیموم توانشون رو میذاشن یا توان بیشتری رو نسبت به آروجی میذاشن تا خودشون رو خنک بکنن، اونا زودتر به دمای بالاتر میرسن یا حتی مثلا اوورهیت بشن. و از لحاظ دمایی هم باید اینو مثلا بررسی بکنیم که فقط این نیست که کارتمون خنک داره. توی شرایطی که تهویه مناسبی نداریم، کارت آروجی یا تاف و دوال اینا به ترتیب میتونن تهویه بهتری توی شرایط سخت‌تر داشته باشن. حالا شما باید ببینید که
شرایط تهویه کیستون به چه صورت هست، چه مدت میخواید از این کارت گرافیکا استفاده بکنید و استفادهتون چقدر طولانیه، یعنی مثلا در روز 1 ساعت میخواد استفاده بشه، در روز 10 ساعت میخواد استفاده بشه، یا از اون دسته افرادی هستید که مثلا میخواید کارت گرافیکو بذارید زیر فشار مثلا رندر بگیره، یهو مثلا یک هفته زیر فشار باشه و بخواد کارت گرافیک رندر بگیره و استفاده زیادی از این کارت ها دارید. اگر استفادهتون بالاست و قراره که این کارت ساعتهای زیادی رو زیر فشار باشه، قطعا انتخاب مدل بالاتر مثل تافی آروجی میتونه ماندگاری قطعه رو برای شما بالاتر ببره و همچنین افت عملکرد کمتری رو تو طول زمان تجربه بکنه. اگر برنامه لیون کامپیوتر رو دنبال کرده باشید، میتونید که این ویدیو قرار بود که 3 ماه پیش منتشر بشه، ولی خب بنا به شرایطی خودتون مطلع هستید ازش یه مقدار تاخیر خورد، ولی قراره که از این به بعد بیفته رو روال و ویدیو سریعتر به دستتون برسه. مرسی که تا پایان همراه ما بودید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.